بترس از اون روزه که الله من و تو را عبرت دیگران بگرداند. شیخ گفت من از اینجا تکان نمیخورم. گفتن چرا؟ گفت من فکر میکنم آنچه داشتم خدا گیره. عزیز من به یک لحظه میدهد، به یک لحظه میگیرد. من اینجا قرار نشدم. گرفتن اینجا خیلی آسان است، بعد از آوردنش زحمت کار داده، ولی گرفتنش به یک ثانیه و دقیقه است. به یک لحظه میگیرد، به یک لحظه میدهد. سبحان الله، خوب میچرانه. گفتم خوب برای چی؟ گفت همون دختره که این شیخ عاشق شده بود خواستگاریش کرد. پدر این دختر برش گفته اگر میخوای خواستگاری دختر من بیایی من قبول بکنم، باید یک سال تمام خوکهای مرا بچرانی. بر خدا که نظر خدا از یک قاری برگردد، پناه بر خدا که نظر خدا از یک عالم برگردد، پناه بر خدا که نظر الله از یک حاجی برگردد، پناه بر خدا که نظر الله از یک زن برگردد، پناه بر خدا که نظر الله از یک متقی و پرهیزگار با کبر و عجب و خودپسندیش از اون برگردد. جناب شیخ چی شد؟ گفت بترسین، بترسین که عبرت دیگران نشین، از من پند بگیرین. خدا مرا عبرت دیگران کرده، متوجه باشین که خدا نظر رحمت خود را از کسی نمی‌گیرد. گریه و زاری کردیم، خیلی گریه کردیم، دست به آسمان دراز کردیم که خدایا به حال شیخ ما رحم بکن. میگه این شیخ هم شروع کرد به گریه کردن، میگه رو به طرف آسمان کرده بود، خدایا من نمیدانستم این اندازه مرا ذلیل میکنی، خدایا من نمیدانستم این اندازه مرا ذلیل میکنی. بترس، این جمله باز همیشه یادت باشه، بترس از روزی که خدا عنا کرده من و تو را خدا عبرت دیگران بگرداند. این جمله را تکرار بکنین، بترس از روزی که الله من و تو را عبرت دیگران بگرداند. لطف حق با ما مواساها کند، لطف حق با ما مواساها کند، چون که از حد بگذرت رسوا کند، چون که از حد بگذرت رسوا کند. بترس از اون روزی که الله من و تو را عبرت دیگران بگرداند. داستان خیلی جالب شیخ عبدالله اندلوسی داشتم ولی وقت کم. شیخ عبدالله اندلوسی عزیز من، من ابتدا هم گفتم دو چیز را متوجه باش که این راهزن است، نمیگذارد که تو را به سمت الله بروی. یکی نگاه و چشم چرانی، دیگر تکبر. الله از هر دوش نجات بده. شیخ عبدالله اندلوسی کسی است که 12,000 نفر با دستش بیعت کرده و توبه کرده از گناه. چقدر؟ 12,000 نفر. الله به ما رحم بکنه، الله به منبر نشینان رحم بکنه، خدا رحمت کنه حیات الدین صاحبی رحمت الله علیه را. او یه جمله داشت، میگفت اول ما منبر نشینان را، او یه جمله میگفت که اول ما منبر نشینان را خدا زده است، الله ما را هدایت بگردانه. خیلی سخت است عزیز من، این تکان دهنده است داستان شیخ عبدالله اندلوسی. 12,000 نفر به دستش بیعت کرده بود، خودش پیر طریقت بود، عالم بود، از حدیث خبر داشت، از آیه قرآن خبر داشت. روز از روزها در مسیر حج با دوستان و یارانش که در این قافله، در رکاب این شیخ بزرگوار شبلی رحمت الله علیه هم هست، شبلی هم از شاگردان این شیخ است، در این مسیر حرکت کرده بوده. رسیدن به جای در جستجوی آب بودن که برای نوشیدن یا برای حیواناتشان، برای طهارتشان آب پیدا بکنن. در جستجو بودن، شیخ هم در کنار اینها بود در همین قافله. در جایی رسیدن که آب را پیدا کردن، چاهی بود یا برکه یا آب بود، میخواستن آب بگیرن. در کنار این چند تا دختر مصروف گرفتن آب بود. یک بار نظر این شیخ به یکی از این دخترانی که در اینجا آب میگرفتن افتاد. همین که نظر شیخ، نظر حرام، نظر قصدی به این دختر افتاد، تیر زهر آلود شیطان به قلب این شیخ زده شد. یه حالت برش پیدا شد، یه حالت دیگرگونی پیدا شد. عزیز من از این دیدها بترس. مولانا میگه ز دست و دیده و دل، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند یا بسازم خنجر نیش سیفولاد،
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. عزیز من، این دلها را که امروز ویرانه کرده، این دلها را که مخروبک قرار داده است، این دیدهای ما، این چشمهای ما، این چشمهای ناپاکه که امروز این طرف و آن طرف میچرخد. مولانا میگه زنده است و دیده و دل هر دو فریاد، چه که هرچی دیده بیند دل کند یاد. میگن کی گفته که صورت حجاب است؟ خب که صورت حجاب نیست، همیست که رسوا کرده عالم را، همیست که در بدر کرده عالم را، خاک بسر کرده عالم را، همین صورت است. عاشق کجا میشه؟ عاشق همون چشم و بینی و ابرو میشه. به دین خود افتخار بکن، یک بار خود بگو الحمدلله. به دین خود افتخار بکن که یکی از فرمایش دینت امی است به زنان اجازه نیست صورتهای خود را برهنه بکنن، چون عفت تو را دین در نظر گرفته. به زن اجازه نیست به مردان نگاه کند، عفت زنان را در نظر گرفته شده. دو آیه در قرآن داریم ما. وقتی نگاه شیخ میافتد به این زن، تیر زهر آلود شیطان زده میشود به قلب این شیخ. دوباره برمیگرده، هیچ کس متوجه نشده که چی شده، دیگه که نگاه نمیکنند، نظر شیخ افتاده است. شیخ سرش به گریبانش پایین، نه نان میخورد نه آب مینوشد، حالات عجیبی دارد. آخر رفتن مریدان گفتن بزرگوار از این سفر جا افتادیم، دیر شد، بلند شو میرویم. شیخ گفت من از اینجا تکان نمیخورم. گفتن چرا؟ گفت من فکر میکنم آنچه داشتم خدا گرفت. عزیز من، به یک لحظه میدهد، به یک لحظه میگیرد. من اینجا قرار نشدم، گرفتن اینجا خیلی آسان است، بعد از آوردنش زحمت کار داده، ولی گرفتنش به یک ثانیه و دقیقه است. به یک لحظه میگیرد، به یک لحظه میدهد. پناه بر خدا، بترس از روزی که خدا تو را عبرت دیگران بگرداند. گفت فکر میکنم خدا از من روگردان شد، به قلب من سیاهی پیدا شده، به قلب من تاریکی پیدا شده، به پاهای من نشیمه و قوت مانده که من بلند شوم حرکت بکنم به این سفر. مرا بگذار اینجا برویم، همه ایتون برویم. هرچه عذر کردن، مریده ها گریه کردن، شاگردان گریه کردن، گفتن چی شد شیخ؟ گفت نظر خدا برگشته، نمیدانم چی شد مرا، نمیشود، من اینجا باید بمانم. همه با چشم گریان و قلب پر از درد قافله حرکت کرد، شیخ من اینجا. وقتی که رفتن برگشتن به سرزمین خودشان، وقتی اون سرزمین خبر شد که شیخ به این مرض گرفتار شده، شیخ به نام شیطان افتاده است، همه فریاد میکردن، همه گریه میکردن، زن و مرد گریه میکردن که خدایا چی شد؟ شیخ ما را چی شد؟ در جستجویش برآمدن این طرف و آن طرف که شیخ را پیدا بکنیم. بعد از یک سال شبلی رحمت الله علیه میگوید دلها قرار نبود، ما یه جماعه جمع شدیم کنار هم در جستجوی شیخ شدیم که شاید پیدایش بکنیم، شاید گریه ایمان دعای ما چیزی کرده بتوانه. گفت آمدیم پرسان کردیم از این محله، گفتیم که همین شیخ ما را نمیشناسین؟ گفت میشناسیم. گفتم کجاست؟ گفت حالت خرابی دارد. گفتم چی کار میکنه؟ گفت در همین صحرا، در همون جنگل رفته خوک میچرانه. سبحان الله، خوک میچرانه. گفتم خوک برای چی؟ گفت همون دختری که این شیخ عاشق شده بود خواستگاریش کرد، پدر این دختر برش گفته اگر میخوای خواستگاری دختر من بیایی من قبول بکنم، باید یک سال تمام خوکهای مرا بچرانی. این وظیفه است، این مهرش است، این کار را باید بکنی. گفت برای این مهر دختر رفته خوک چرانی میکنه. گفت این زخم ما عمیق‌تر شد، به زخم ما نمک پاشیده شد، حالت ما دیگرگون شد که خدایا چی شد؟ عزیز من بترس، بترس از مکر خدا. و مکرو و مکر الله و الله خیر المکرین. پناه بر خدا که نظر خدا از یک قاری برگردد، پناه بر خدا که نظر خدا از یک عالم برگردد، پناه بر خدا که نظر الله از یک حاجی برگردد، پناه بر خدا که نظر الله از یک زن برگردد، پناه بر خدا که نظر الله از یک متقی و پرهیزگار با کبر و عجب و خودپسندیش از اون برگردد. همه چیز را از دست میدهیم. حضرت شبلی میگوید رفتیم روانه جنگل شدیم، جستجو جستجو دیدیم، در جای پیدا کردیم که این شیخ ما یک کلاه عیسوی به سرش است، زنار در کمرش بسته شده، علامه عیسویت است،
در کمرش بسته شده، یه عصای دارد سر سنگ نشسته و خوک ها میچره، این همین جد فقط به خوک ها نگاه دارد. میگه همین که ما نزدیک شدیم برش سلام کردیم، میگه بسیار خجالت و شرمنده شد، جواب سلام ما را گفت. هم ما دو زانو شیشتیم، این حالت شیخ خود را دیدیم، دیگه کنترل کردن نتونستیم، شروع کردیم به گریه کردن و خیلی گریه کردیم، خیلی گریه کردیم. گفتیم جناب شیخ چی شد؟ گفت بترسین، بترسین که عبرت دیگران نشین، از من پند بگیرین، خدا مرا عبرت دیگران کرده، متوجه باشین که خدا نظر رحمت خود را از کسی نگیرد. گفتم چی شد شیخ؟ تو خو عالم بودی، تو خو قرآن یاد داشتی، قرائت‌های متعدد قرآن را یاد داشتی، کنم آیه از قرآن به یادت هست؟ گفت دیگه آیه های قرآن را فراموش کردم، یک آیه به یادم هست. گفتم کدام؟ گفت و من یهن الله فما له من مکرم. این آیه معنایش ایست کسی را که خدا ذلیل بکند، هیچ کسی در عالم نمیتواند اون را تکریم بکند. کسی را که خدا ذلیل بکند، هیچ که در عالم نمیتواند اون را عزیز قرار بدهد. گفت این آیه یادم هست. گفتم احادیث زیاد یاد داشتین، حدیثی هست به یاد شما هست؟ گفت بله یک حدیث یاد دارم. گفت کدام؟ گفت من بدل دینه فقتلو، کسی که دین خود را تغییر داده او را بکشید. همین حدیث یادم هست، کسی که مرتد می شود از دین خود او را بکشید. می گریه و زاری کردیم، خیلی گریه کردیم، دست به آسمان دراز کردیم که خدایا به حال شیخ ما رحم بکن. میگه این شیخ هم شروع کرد به گریه کردن، میگه رو به طرف آسمان کرده بود، خدایا من نمیدانستم این اندازه مرا ذلیل میکنی، خدایا من نمیدانستم این اندازه مرا ذلیل میکنی. میگه وقتی دوباره از جای خود بلند شدیم، با قلب پر از حسرت و گریه برگشتیم. هنوز چند منزل دور نرفته بودیم که دیدیم این شیخ ما غسل کرده، لباس خوب در تنش هست، به ما نزدیکتر و نزدیکتر می شود. همین که به ما نزدیک شد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفتم چی شد؟ گفت به برکت گریه های شما، به برکت تواضع شما، به برکت زاری شما، خلق را با تو چنین بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند، چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. وقت دست بلند کرده اشک جاری شد، بفهمی که دیگر بگفته ی حافظ هر شب نمی در این ره صد موج آتشین است، حقا که این معما شرح بیان ندارد. گفت الله با برکت دعاهای شما، با برکت گریه من، من رو دوباره هدایت نصیب گردانید، من مسلمان شدم الحمدلله. گفتیم جناب شیخ علت دارد، چی شد که چون این اتفاق افتاد؟ اینجا رو خوب دقت کن، چی شد که چون این اتفاق افتاد؟ شما خب مرد بزرگی بودید. شیخ گفت وقتی که من وارد این شهر شدم، دیدم که کلیسا، عیسوی ها داخل کلیسا در عبادت همون چیزهای باطلی که خودشان ساخته در عبادت اون مصروف هستن، به اون بت خود سجده میکنن، به اون احترام دارن. به مجوسی ها دیدم که به آتش سجده میکنن، به بت پرستان دیدم که به بت خود سجده میکنن. یک کبر در دل من پیدا شد، یک کبر من، یک غرور در دل من پیدا شد که من دیگر خدا را سجده میکنم. این ذلیل ها را ببین که به چی ها سجده میکنند. گفت یک کبر، یک عجب خودپسندی در درون من پیدا شد. گفت همین بود که تیر خدا خورد به قلب من. از این دو چیز بترسی، که از این چشم، یکی از کبر. این دو چیز نابود کننده است. حکیم اختر رحمت الله علیه میفرماید قوی ترین دیواری که شیطان در برابر یک بنده قرار میدهد که این بنده به الله نرسد، همین دو چیز است. یکی از آدرس چشم میزنند، یکی از آدرس کبر و غرور و عجب و خودپسندی. الله به ما شما عفت و پاک دامنی نصیب بگرداند.